آیا تأسیس دانشگاه تهران توسط رضا شاه و پروفسور حسابی حقیقت داره یا دروغه؟ در این ویدیو به چگونگی ساخت دانشگاه تهران در زمان رضا شاه نگاهی میندازیم. تا آخر ویدیو همراه باشید که حقیقت‌های پشت پرده این پروژه بزرگ رو با هم مرور کنیم. همه چیز از خاطرات دکتر خزعلی شروع میشه که میگه یادش بخیر. ملاقاتی داشتم با پروفسور حسابی که ماجرایی رو برای من تعریف کرد. گفت وقتی خواستم دانشگاه تهران را تأسیس کنم با وساطت یکی از دوستان ملاقاتی از وزیر معارف گرفتم. بعد از اینکه جزئیات طرح رو برای وزیر بازگو کردم از من پرسید سوالی دارم. دانشگاه بسازید که چه بشود؟ من هم در جواب بهشون گفتم به جای آنکه جوانان ما برای تحصیل به خارج از کشور بروند در همین مملکت خودمون دکتر و مهندس تربیت میکنیم. وزیرم در جواب گفتن تربیت دکتر و مهندس برای ما و مملکت ما هنوز 100 سال زوده و باید خارجی ها برای ما این کارو بکنن. بعد از این مکالمه تلخ دوستم که معرف من بود آزردگی و دلشکستگی من رو دید. دلش به رحم اومد. برای اینکه کاری کنه آروم بشم گفت راستی من میتونم از رضا شاه هم برات وقت ملاقات بگیرم، ولی یه شرطی داره. وزیر معارف نباید متوجه بشه که من این رایزنی رو برات کردم. منم بهش قول دادم. بعد یه مدت وقت ملاقات با رضا شاه هم برام معین کرد. با خوشحالی تمام نزد رضا شاه رفتم. با جزئیات تمام کل طرح دانشگاه تهران رو برای شرح دادم. وسط حرفام رضا شاه گفت بسازید که چی بشه؟ با ناامیدی عرض کردم به جای آنکه جوانای ما به فرنگ برن برای تحصیل در همین مملکت خودمون دکتر و مهندس تربیت میکنیم. رضا شاه باز گفت دکتر و مهندس تربیت بشه که چی بشه؟ منم از فرصت استفاده کردم و گفتم همین جاده ها رو ببینید قربان که خارجی ها میسازن؟ به جای اینکه دست به دامان آلمانی ها بشیم خودمون میسازیم. اصلا مهندسای خودمون میسازن. رضا شاه تا اینو شنید چشمهاش از خوشحالی برق زد. رو کرد به من و گفت هر چه زودتر برو طرحت رو بنویس. همین الان به مجلس دستور میدم فوراً طرح شما رو قبول کنن. و من با شور و شوق زیاد از همون شب شروع به نوشتن و نگارش طرح دانشگاه تهران کردم. در همین رابطه در کتاب استاد عشق که خاطرات دکتر حسابی رو در بر میگیره از قول خود حسابی اومده که میگه هیچ وقت یادم نمیره، من فقط به خاطر این که بیشتر از این از اروپا یا عقب نیفتیم گفتم باید هر طوری شده دانشگاهی درست کنیم. قبول کردم علی‌رغم همه نگرانی ها به دیدن شاه برم. این روایت هایی که شنیدید بخشی از روایت های موجود برای دانشگاه تهرانه. بخشی از گفتگوی ضیاء موحد در همین رابطه رو بشنوید. ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق چند سال پیش در یک گفتگو بعد از اینکه مصاحبه کننده گفت ایرج حسابی میگه دانشگاه تهران رو دکتر حسابی بعد از متقاعد کردن رضا شاه تأسیس کرده، موحد در پاسخ میگه این کذب محضه. تاریخ دانشگاه تهران کاملا روشنه. دکتر حسابی اصلا اون موقع کاری نبوده که بخواد دانشگاه تهران رو تأسیس کنه. تاریخ دانشگاه تهران که معلومه. شما هر چیزی که از پسر دکتر حسابی درباره پدرش میشنوید اصل رو بر عدم صحت حرف اون بگذارید، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. دوستان به نظر شما این روایت ها حقیقت داره؟ آیا این طرح دکتر حسابی بود یا از خواسته ها و آرزوهای بلند پروازانی رضا شاه برای ایران مدرن بود؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بگید، چون فقط شما میتونید واقعیت این روایت رو رد یا تایید کنید. لایک و سابسکرایب شما به من انگیزه میده برای ساخت ویدیوهای بهتر.